بریم سراغ آقای ضیا مصطفی زاده از هلند. آقای مصطفی زاده هم دو تا چیز دارم اینجا من، ببینم که کدومش درست میشه، اینه یا اون یکی. کار فیل، پس یکی دیگه هست. چجوری ما از شر این دوتای چیزها رو نجات پیدا کنیم خودمون رو؟ بذاریم این یکی وقتی یه نفر مثلا عوض. آقای مصطفی زاده شما لطف کن به من زنگ بزن ببینم. نه هرچی میزنم مینسه کار فیل. آه یا شاید اون اپوزیشن تیوی هستید شما. بله سه تا داره آقای مصطفی زاده. بله ببینم خودشونم ایشون گفت چون دوربینش حاضر نیست از اون علامت استفاده کنیم. آقا ما دوتا اسکایپ داریم به نام ضیاءالدین مصطفی زاده. خب خیر این اپوزیشن تیوی رو من استفاده میکنم. بسیار عالی، اجازه بدید من سلام خدمت شما. من ممنونم از شما، اجازه بدید این آرم و لوگوی شما رو هم بذاریم. دوستان آقای مصطفی زاده گفتن چون هنوز دوربینشون حاضر نیست فعلا با این آرم با این لوگو میریم جلو. شورای مشترک تشکلها در راستای برقراری، بخونید برای من چون گذاشتم سیستم کوچیک شده، اجازه بدید. بله، در راستای برقراری شیوهی نوین برای گردانندگی کشور طرح خودگردانی ملی. آدرس ایمیل دوستان بسیار ساده، zia1942@gmail.com. آقای مصطفی زاده سلام، خوش آمدید، میکروفون در اختیار شما. این شما و این هم دوستان و شنوندگان بیننده در سر تا سر جهان. سلام خدمت شما آقای شوری و همچنین سلام به بینندگان عزیز. جناب شوری امروز من حقیقتش میخواستم مزاحمتون بشم و بگم که امروز حال ندارم، در حقیقت نمیام و نیستم، ولی نگاه شما رو دوست دارم، گفتم که به هر حال این یک ساعتم غنیمته که در خدمت شما باشیم. در به حضور عملتون هستید آقای شوری، امشب میخواستم یک خبری خدمت شما و بینندگان بدم که در رابطه با آقای همایون، جناب آقای همایون کانال یک، آقای اسمش یادم داد، آقای همایون یه طرحی رو که به نظر من حتی چهار تا کلمه حرف درست را میتوشید راه انداخته و رهبرش هم از دران خودش شهید کرده، آقای رضا پهلوی. در حال ایشون رو هم دعوت کردن یا اینکه خود ایشون اومدن، من اعتبار ندارم، توی تلویزیونشون یه مصاحبه انجام دادم با آقای رضا پهلوی. من خودم آقای سوزی برای اون دیدیم که بینندگان متوجه بشن که من با هیچ کسی نه خصومت دارم نه دشمنی دارم و نه دلم میخواد که یک ایرانی از داستان ایران حذف بشه، مخصوصا اینایی که در رأس کار بودن یا هستن یا هستن. من برای که این موضوع روشن بشه طرح من مستره که آقای رضا پهلوی باشه، مستره این طرح که آقای رجبی باشه، حالا مورده جانشینش باشه، مستره که کمونیست باشه، شب باشه، راست باشه، میانه باشه، همه باشن. چرا من مسترم که اینطور باشه؟ برای اینکه هیچ هموطنی رو ما نتونیم کنار بذاریم، هیچ یک از هموطنانمون رو به اصطلاح از این مزایا که همون شرکت در گردانندگی امور کشور هست حذفش کنیم. اگر اینها برای من احترام دارن آقای رجبی، آقای رضا پهلوی، حتی جمهوری اسلامی سلامش، چرا برای من احترام دارن؟ احترامشون از طرفدارانشون نشد میگیره در روح من، در جسم من، در قلب من. برای اینکه هموطن من به هر دلیلی طرفدار اینهاست،
پس ما اگر اینو بذاریم کنار، مثلا آقای رجبی رو بذاریم کنار یا جامعشین رو، یعنی به یک گروه از ایرانیان رو ما بایکوت کردیم، گذاشیم کنار، بوسیدیم گذاشیم کنار. اینه که من فکر میکنم طرفداران آقای رضا پهلوی هموطن منن و محترم، طرفداران آقای رجبی یا مجاهدین میگم هموطن منن و برای من عزیزم، طرفداران حتی جمهوری اسلامی هموطنان منن و برای من عزیزم و چپ و راست و همه همه همه. ولی من تحریر نوشتم که لور، کرد، بلوچ، آذربایجانی، فارس، همه 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 در امور کشور دخالت داشته باشن. چرا باید دخالت داشته باشن؟ برای که این روش کنار گذاشتن مردم و رعیت خطاب کردن بود. نمیدونم جمهوری اسلامی چی میگه، اونا میگفتن رعیت، این میگه امت، امت خطاب کردن و رعیت خطاب کردن از این کشور ما بره بیرون. این ملت مالکان اون سرزمینه، این ملت هموطنان یکایک ما هستن، اینا برادران ما هستن، اینها مالک این سرزمینه. مالک رو که نباید بذاریم کنار، یه نفر یه بیشین اون بالا حرف بزنه، اونم حرف مفت بزنه. در هر حال آقای رضا پهلوی به عنوان رهبر مثل که دعوت شد به تلویزیون آقای همایون کانال یک، 500,000 دلار هم آقای همایون از مردم کمک خواسته برای اجرای این کار، برای اونم مرحله اول. من فکر کردم 50,000 دلار. خیلی قربان، 500,000 دلار، نیم میلیون پول میخوام. آقای رضا پهلوی برای 50,000 دلار پا میذاره جلو، من آقا 500,000 دلار پول میخوام. بعد من نمیدونم، فقط اینو قبلا من گفتم، الان فکر میکنم که یعنی خجالت میکشم بگم، ولی میگم فقط 12,000 دلار پول منو بابا ایشون خورده تو حساب ایشون، تو دست ایشون 12,000 دلار سالها پیش رو خورده. این چرا آقای همایون فریاد میزنن مردم پول میخواد؟ آقا تو که اینو رهبر قلم داد میکنی بشو با قلم اول 500,000 دلار بده. مگه اینایی که میان کاندیدای شما میشن، مگه اینو پول هست؟ آقای مصطفی، بابای رضا پهلوی شاه خورده یا بابای آقای همایون؟ متوجه نشدم، بفرمایید. پول شما رو شاه خورده یا بابای آقای همایون؟ شاه خورده. محمد رضا شاه پهلوی اراضی لویزان مال ما بود، گرفتم برای پادگان اون چیچی شاهنشاهی، کار جاویدان اون کار شاهنشاهی از اون تومن دیناری هم ما پول ندادن، پولیش ندادن. هر چند رفتیم دنبالش آقا وحشت داشتیم، میگرفتن میکشتن را، ما نرفتیم دیگه دنبالش، یعنی نرفتیم که رفتیم انداختن اون بیرون، ما دیگه جورت نکردیم بریم دنبالش. دوازده آقا این دوازده میلیون منو سهم منو، حالا فامیلای جمع کاری ندارم، این دوازده میلیون تو حساب شما سقای ارضا برده 500,000 دلار شده دست این آقای همایون. بعد که از این شارلاتانگیری و شجاعی دست داده، بعد یه دفعه شام میگم 500,000 دلار از مردم میگیره، یه دفعه میگم طرح آقا، این طرحی که من دادم آقای طولبی شما شاهدی. ببینید اولین بار سال 2003-2004 بود در خدمت شما در همین تلویزیون، من یه آر میگذاشتم به سترنگ که بالاش نوشته بودم عقل، پایین نوشته بودم تو خط پایینی تو لاین پایین نوشته بودم عشق و تحت نوشته بودم اختیار، اختیار انتخاب، یعنی آقا مردم باید اختیار انتخاب داشته باشن با شارلاتانگیری و حقه‌بازی و برگا به با کردن و پولم اینو اون گرفتن تلویزیون را انداختن به اون صورت. و آقا یه تلویزیون اینترنتی را من دادن طرفدار داری یا نداری؟ تو پولی که برای تلویزیون ماهواره‌ای از کجا میگیری آقای همایون؟ همم توبره میخوری هم از آخور، بعدم
یه آقای رضا پهلوی رو الان میکنیم. ایشون قرار بود جلسه صحبتاش دقیقا گفت من نمیخوام مجسمه باشم، نمیخوام بود باشم، نمیخوام سمبول باشم، من میخوام فرمان روا باشم، یعنی این باباش. الان هم میگه که ما میخوایم از آمریکا، از تر، از کشوران قدرتمند میخوایم کاری بکنیم که اونا بیان کمک ما کنن. ما جمهوری اسلامی آقای چاوی نباید بگن و نیگن فضا هرچی برش نیاد بیاد خاک برستر ملتی که برای آزادی خودش، برای نجات خودش، برای گرفتن سرزمین خودش، برای دخالت در امور زندگی خودش، سرنوشت خودش، بره از آمریکایی، از فرانسوی، از آقا مگه این انگلستان نبود که در جنگ جهانی اول نیمی از مردم مملکت ما رو کش، در حالی که ما بی‌طرف بودیم در جنگ. حالا رضا شاه علاقه به آقای هیتلر داشت، ما کاریم جنگ جهانی دوم داشت، ولی ما بی‌طرفی رو اعلام کرده بود کشورمون. فرانسه همین چندی پیش، خیلی دور نمیریم، خون ایدز، خون آلوده به ایدز فروخت به ایران، ایرانی ها رو مبتلا به ایدز کرد. این خون ایدز در قلب ممکنه ایدز نباشه، ننگ نباشه، فقط بکشه آدم، ولی از کشور ما ایدز بیماری ننگینه، یعنی کار خلاف اخلاق کرده اینجا، در حالی که بدبخت هیچ کاری نکرده، خون از فرانسه اومده تو بیمارستان تزریق کردن به آقا ایدز گرفته، خانوم ایدز گرفته، بچه ایدز گرفته، بچه نابالغ. این جنایات رو میبینن، از من بهتر خبر دارن، ولی میخوان از قهر کمک بگیرن و ملت ایران نجات بگیرن. 80 میلیون انسان یعنی خودشون نه لیاقت دارن، نه ارزه و نه یکی دیگه ادامه نمیدن، نمیشنون. این آقا میخواد از آمریکا و خیلی خوب در ادعایش آقای همایون، آقای رضا پهلوی در ادعایش چی میخواد بدید جز منافع ملی رو تقدیم اینها بکنید؟ اینا مجانی میان برای شما کار میکنن، اینا مجانی کنن که شما میخواد میکنن، شما میخواد این بابات نوکره قرد بشی؟ آقا بیا به قول خمینی بیا آقای خودت باش، نوکر خودت باش، همین چی خودت باش. عدد خمینی گفت بیا بشین ولی یه کشتشون. آقای سوری درد تو دل آدم نمیشه، من فکر بکنم بیا تو دل بشین چی بگم. اون یکی یه خربار عنوان یدک میکنه که شاهزاده نمیدونم چی 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 چی، اون یکی هم که انقش سالاتانه، من 100 سال حریف این مرد نمیتونم بشم. شما ببینید صحبت های من شنیده در تلویزیون، میگه یه نفر از اروپا یک چیزی گفته، خیلی خود برش کن تموم شده، نمیگه اینم تحق داده. از بیش از 10 سال هیچ کس گوش به حرفش نمیکنه، چون بلنگوی قدیم است آقای همایون نداشته، پول از کسی نخواسته، چون گفته آقا ما پول نمیخواد کسی، اصلا پول لازم نداره. این درست ها آقای سوری آدمون میکش آدم من بیم تو زنجون چی بگم، چه حرفی بزنم که آقای چیه اسمش بروی احمق گوشتاله نفع میاد برای من جوش بینیمیشه، میاد شهروره میگه این جهوده، ولی کتاب خودش نخونده. اون موسای اینا وقتی برای قومش صحبت کرد حرف مرد زد، قوم بهش گفتن موسا داری ما رو مسخره میکنی، گفت هاشا اگر از گروه احمقان باشم، یعنی هر کس که دیگر رو مسخره میکنه، تمسخر میکنه، این آدم احمق ببو، تو احمقی، بیشعوری، نادانی، گوشتادهی. اون آقای پیام یا میاله اون از تو کسافت تره، چون من بهش میگم که پدرزن موسا کرد بوده، کرد ایرانی، و
برمیگرم یه ایران همشون چند سال سابقه داره که 12,000 سال سابقه تمدن توی ایران پیدا شده. بگذرم از اون، من به تمدن گذشته نمی نازم. کو کجا تران نیست رفت دیگه، نادیدن نداره، افتخار کردن نه. به هر کس بگم که ما کشورمون چه بوده و چه بوده و چه بوده به همین خنده یا آقا کشورمون پهناوری شما چقدر بی ملت بی ارده و بی دیاقتی بودید که همهش از دست دادی به جاش آخوند آوردید نشونونی وجه که بیگره بکن جایی چه افتخاری دارم بکنم آقای سوری از شما میپرسم آیا این افتخار داره؟ اون یکی اسمش میذاره کوروش نمیدونم فلان. آقا کوروش رو یهودی ها بزرگ کردن، یهودی ها نبیشاره. آقا این عجب گرفتاری خود من با خودم دارم، هی وقتی میخوام این جهودای کثیف رو بگم، میخوام صهیونیسم کثافت رو بگم، این یهودی های بیچاره بدبختی که تو دست اینا اسیر و عادیر و هر زیان و ضرری میبینن توسط ایناست، نه باز میگم یهودی، نه یهودی یا کلینی، بسیار معلومان خوبیدن، بسیار انسان هم، بسیار همه چیزون خوبه، حتی کتابشون قبلا من گفتم کتابشون منطبق با علم. آقا هر کس میگه نیست بیاد من بشه ثابت بکنم، کتابشون به انسان شخصیت میده، بالاترین مقام رو تقریبا همه مردم دنیا، نمیگم همه همه که بگید یه قدر مرتق استفاده کرد، تقریبا همه اکثریت قریب به اتفاق مردم خدا را قبول دارن. اونم چجوری قبول دارن؟ موجودی که قدرتی بالاتر از اون نیست، موجودی که بهتر از اون نیست، موجودی که تمام جهان رو آفریده، یعنی همه چیز رو داره. توجه میکنید؟ حالا این موجود رو دین اومده، مذهب نه، مذهب آشکاره، مذهب انسان ساخته، دین میگن ما به خدا. این ادیان اومدن میگن که این ادیان به اصطلاح یکتاگرایی که میگن ابراهیمی نمانشی یا سامی، این اومده میگه که خداوند انسان رو آفرید، روح خودش رو در انسان دارید، یعنی تو مرد انسان حامل روح خدایی، روح رو از هر چی بگیرن دیگه باطله، یعنی هیچی مردد، یعنی یک جسم بیارزشه. تا اینجا آقای صورتی شما اشکالی ندارد بزن؟ نه، دو تا از دوستان روی فیسبوک، یکیش افشین نوشته که پس رجبی هم بیاد، رضا پهلوی هم باشه، طرفدارای خامنه هم باشن، این که خیلی، البته ایشون یه چیز دیگه نوشته، خیلی شیر تو شیر میشه. بله شیر تو شیر باید بشه. یعنی که این قدرت های مملکت باید تقسیم بشه بین اقشار مختلف مردم، زور، کرد، آذری، حتی دفعه قبل گفتن حتی اگر اراذل اوباش، حتی اگر اراذل اوباش می توانند یک سازمان، یک گروه، یک تشکل به راه بندازن که در اون متخصصین در تمامی زمین ها باشه، حق دارن بیان تشکل رو درست کنن، حق دارن وارد شورای مشترک تشکل ها هم بشن. آقای افشین ممنونم ازت که این رو یادآوری کردی، من توضیح بدم. آقا هر گروهی که مجاهد، که سلطنت طلب، که جمهوری، اینها باید در هر یک از زمینه‌های مورد نیاز ملت متخصص داشته باشن که در شورای مشترک تشکلها بیاد شرکت کنه، رأی بده، بیاد به عنوان نماینده گروه خودش، طرفداران خودش، به نمایندگی از اعضای اون سازمانه که همون مردم هستن، یک قشر از اجتماع هست، بیاد اونجا رأی بده، بعد قوانین رو درست کنن، قوانینی که از جانب مردم به ترتیب میرسه. هر گروهی که ناپسنده، بده، مثلا اراذل اوباش یا آقای رجبی یا آقای پهلوی یا یک جایی که فردا مصطفی زاده که عضو یکی از اینها هست، وقتی دید این درست کارش را انجام نمیده رها میکنه میره گروه بعدی،
کم 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 بقیه هم همین کار رو میکنن. در نهایت این گروه که همون عراض رو باشه، یعنی نمیتونه جز عراض رو باشه که چون حرف محب میزنه، این کم کم میشه منزدی فرده میره خود به خود. کسی هم حق انحلالش نداره، کسی هم حق این که بگه آقا وقتی میخواید تشکل را بندازید مجبز بگی نداره. یعنی آزادی سیاسی در نهایت بدون غیر شب. خب یه دوست دیگه همون میکنم، خانم زری تناز نوشته که چند سال پیش رضا پهلوی به کمک مدیران تلویزیون ایرانی لس آنجلسی پولی از مردم هوادارش گرفت تا ایران را آزاد کند، که در آن گروه آقای شهرام همایون نبود. شاید حالا میخواد که رضا جون و شهرام شریک بشن و پولها را از ایرانیان هوادار رضا جون بگیرن. ایشون راجع به اون شورای ملی بله ایشون کاملا درست میگن و اینا هر چند سال یه دفعه دارن این کار رو یه دفعه در حوالی شورای ملی عقلش نمیرسه. آقا این من نمیدونم اینا چی خوردن که اینجوری شدن، مثل که اومدن تو قرب چیز خورشون کردن. چیز خور که میدونید چیه؟ بله چیز خورشون کردن. آقا شورای ملی ما نمیتونیم را بندازیم تو قرب با چهار آدم. شورای ملی باید داخل ملت تشکیل بشه، نه در قرب تشکیل بشه. ما میتونیم اینجا یه شورا را بندازیم برای مشکل کردن مردمی که در قرب هستن، برای اینکه حمایت کنند از مردمی که در داخل کشورن. ما حق نداریم اینجا شورای ملی آخر هر چیزی تعریفی داره. آقای مصطفی زاده، این حرفی که شما میزنید، بذارید یه چیزی رو برای دوستان بگم شاید یادآوری بشه. چند سال پیش آقای رضا پهلوی رفتن فرانسه با دوستانشون یک نهضتی یا یک جنبش براندازی میخواستن به اصطلاح را بندازن. همون موقع هم بود که اون دادگاه هلند یا آقای وکیلی هم اومده بود، بیچاره اونم مجانی باش کار میکرد با آقای رضا پهلوی. بعد اینا اینقدر یعنی سواد سیاسی و قانونهای مملکت رو نمیدونستن که شما نمیتونی بری توی فرانسه که با ایران روابط داره اونجا یه اجازه بده من تلفن رو قطع کنم. بله، یک سازمانی درست کنی که هدف اون سازمان براندازی رژیمی باشه که اون دولت باهاش به اصطلاح چیز است، که بعد به هیچ جام نرسید و اونم باز یه مش تلف کردن پول بود. و جالبه که هر وقتم اینا میان این عدد چیشون همون 500 هزار دلاره و اون موقع هم میگفتن 500 هزار دلار جمع کردن. بله بفرمایید. بله آقای سوری، اساسا قوانین بین جزء قوانین بین المللی که شما میفرمایید، هر کشوری که عضو سازمان ملل باشه کسی حق جور نمیکنه که ما میخوایم اون دولتشو بیاندازیم. حالا اون دولت به حق باشه یا به حق نباشه، فعلا سازمان چون عضو سازمان ملل هست، نماینده داره در سازمان ملل، اون نماینده اون ملت محسوب میشه. هیچ کس حق نداره این جرمه. حالا قرب به دلیل اختلافاتش با ایران هیچی نمیگه، نزید میشه. اگر با زندانی داره به دل زندان دلد که میگه من هم جمهوری اسلامی رو برمندوزم، بعدم به قول شما آقا با زیر شربانی جلوی کامپیوتر نشستن، آقا نمیشه رژیم برای اینجا پول یه نفر 10 دلار ازش میخوای باید 3000 رو بگیزه بده. چی پول میده که تو بریم کشور داره میدی؟ تانگت کجاست؟ توپت کجاست؟ هواپیمات کجاست؟ آقای نجمی اینا رو صدام حسین بشتاد، بازم چقدر از این گرد روزی که مردم بدبخت و فرستاد اونجا دم گلوله و کل. بله آقای مصطفی زاده، دوستمون از کالیفرنیا سعید می‌نویسه که بیشتر این گروه‌هایی که آقای مصطفی زاده میگن تا اونجایی که تونستن ثابت کردن که به محض رسیدن به قدرت شروع به حذف دیگران می‌کنن. همه قبل از قدرت شکل دیگه‌ای دارن، ولی به هیچ وجه بعد از رسیدن به قدرتشون لابد می‌خوام بگن که اون قول قرارشون رو نگه نمی‌دارن. بله کاملا آقا سعید درست می‌فرمایند.
این مختص فقط دولت ها میشه آی شد بعدا تو اگر منم بذارم ببینید من دارم خودم رو میگم منم بذارم در رأس یه مملکت منم شروع میکنم به دوزی خانوادم ازم توقع دارن دوستان ازم توقع دارن فامیلم ازم توقع دارن و خودم هم همینجا که نشستم هیچ کارم من دلم میخواد تمام جنگل های دنیا مال من باشه تو من حیوانات رو دوست دارم دلم میخواد تمام اون جنگل های مال من باشه با یه حیوانات زندگی کنم همه رو صاحب میشم های سلم همه خود من آقا یک نفر فردگرایی فرد رو به خدایی رسوندن اینا کارهای غلطیه که یک عمر تجربه کردیم دیدیم که میان قول دروغی میدن به قول شما اگر یه مجازاتی میذاشتن برای ما آقا مجازات نمیخواد اصلا بهش اجازه ندید که این آقا کاره بشه که به این صورت حق داشته بشه بیاد سر شما رو شیره به مال کده رو داره و هر غلطی داره شما بکنه یا چهار سال یا هشت یا بعد جام دارم ولوم رن تجون آقا اصلا این اخذ آلای عمومی اینو من صد بار در تلویزیون گفتم کلاه برداری سیاسیه آقا مردم من شخص مصطفی زاده من به خودم اعتماد ندارم اطمینان ندارم به درستی کارم امشب یه برای کاغذ شما آقای تو بیدیدی من نمیدیدم فردا صبح پشمون میشیم آه اینجاش که اشتباه بود اونجاشو بد نوشتیم آقا یک نفر حق نداره مالک و سرور مردم باشه یا صاحب اختیار مردم باشه هر کسی آقای سلوی واضح بگم بیننده های عزیز عزیزان ببینید شما اگر دیده باشید یا سگ داشته باشید میبینید مردم سگشون رو میرن تو خیابون قلاده بگردن میشه میکشن این برن میشه حتی خودشون دلشون میخواد میبرن اون سگه اختیار نداره انتخاب کنه کلوم راه برد نگذارید مردم با عقد آلای عمومی تبدیلتون بکنن به حیوان عقد آلای عمومی تحت عنوان دموکراسی دموکراسی تقلبی عقد تقلب وای با آلای عمومی خب آقای مصطفی زاده باز همین دوست و جوانمون میگه که این اسامی که شما میفرمایید همه دیکتاتور هستن اصلا نمیفهمن مردم یعنی چی خب یه جورایی با شما جوابشو دادید شما نمیذارید اونا قدرت بگیرن ولی یه دوست قدیمی که با شما قبلا هم در افتاده بود به نام نوشاد نمیدونم این فامیلیشونه چیه هرچی نوشتن که نوشاد نه این نوشته نو NOS شاد در اصل ایشون نوشتن این سید ضیا قرار بود توهین نکند و دشنام ندهد به دیگران ولی گویا روش دشنام درمانی بین ایرانیان فراری موسوم است یهودیان هم می توانند در اروپا از ایشان شکایت کنند تا برود پیش سید علی و آنجا میان شیعیان سینه و زنجیر زنی کنند به احتمال زیاد ایشون کلمه هستن بله بفرمایید اصلا آقای سوری ایشون کلمه نیست ایشون یهودی نیست یهودی هم نمیتونن از من شکایت کنن اون شرکت کتاب آقای خلیلی بود توکلی بود آقای بیژن خلیلی ایشون قرار شد از من شکایت کنه گفتم به خرج خودم در هر جای دنیا که شما شکایت کنید من میام تو دادگاه همه چیز پای خودم از اون بگه که آقای طوربی من به کسی بهاشی کردم من دارم میگم آقا ندید اختیارتون به دست مردم که مثل حیوان تلقیتون کنم من بهاشی نکردم یا شایدم کردم و خودم متوجه نشدم کردم آقای طوربی بله یک کمی عصبانی بوده یه ماجرایی یه ماجرایی شما اون روز من گفتید که اگر قرار بود دوشنبه برنامه داشته باشید میخواستید راجع به یه آقایی صحبت کنید بدون اسم بردن و حالا خوبم شد چون موقع خیلی عصبانی بودید حالا میخواین در اون مورد صحبت کنید یا نه به حضور نشه این شخص یکی از کسانیه که برای من خیلی عزیز بوده و هست در رابطه و بسیار انسان شریفیه بسیار متدگره و چی این آقا در تماس تلفنی یا اسکایپی یادم نیست
یک چیزی به من گفت که من اصلا از موساب مسمومم عصبانی چیه، ولی خجالت میتیشم اصلا بگم این رو آقای سومی اصلا خجالت میتیشم یک چیزی شبیه اون که برای بگرد بگم آقا بگرد بگم میگن که ایشون معتقدن که امام زمان حسین رو فرستاده کاخ سفید. همی گفتن آقا حسین چیه این حرفا چیه، ایشون میگن حسین اوباما رو فرستاده، امام زمان فرستاده اونجا که اسم حسین بره تو کاخ سفید. اون کاخ سفید نجس که این همه انسان توسط تصمیمات کاخ سفید در دنیا مردن، کشته شدن بی گناه بی تقصیر. بعد امام حسین میاد به اونجا، بعد در زن چون یه حرف رو زدم ناشارم یه چیزم در باره امام حسین بگم. در باره امام حسین آقا میگن که من البته معتقد به هیچ دین و مذهب و مرام و مستقی نیستم، به همه چیز من ایراد دارم توی این دور زمانه، چون ارزش ها و بی ارزشی ها ضد ارزش ها دعاشون رو با همزه عوض کردن. ولی آقای سوربی داستان‌های عشقی لیلی و مجنون نمیدونم چیکی وامق و عذرا و امثال، آقا ببینید چه احترامی ما برای مجنون قائلیم، بهشم میگیم مجنون یعنی دیوونه. آقا امام حسین میگن عاشق بوده میخواست سر یه زن به اون حکومت زمان در افتاده. بسیار خوب، حرف شما کاملا درست. آقا یک عاشق برای معشوق شد 72 نفر جبر شدن همه کشته شدن. میگن امام حسین برای قدرت زد، آقا مگه امروز برای قدرت سیاسی همه تلاش نمی کنن؟ اون هم رفت برای قدرت سیاسی برای گرفتن حکومت به دست کشته شد. مانده با بود چیزه من اعتامی یادم میره. ببینید آقای سولی حرف بیجا و بی خود نبوده، شق سومی هم داشت که یادم بسته یه چیز دیگه در باره امام حسین میدن. من به هر حال آقای سولی امام مردم هست از اون دارد میگن آقای همه مخالفین جمهوری اسمه به آخونده میگن آیت الله. آقا اگر کسی اسلام قبول داره دین قبول داره میگه خودشون معتقدن که هر چه که در این دنیا هست آفریده خدا، یعنی حتی برگ درخت، سگ‌توله، گوش، شتر، انسان، شیر، بعد فلان همه این آیت خدا. بعد چرا ما اومدیم اختصاصیش کردیم به یه موش آخون میگیم؟ آقا مردم میان به دین فرخاشی میکنن، آقا به دین چی کار داری تو طلبه حساب تو یه موش آخوندن بعد در رابطه با دین بله تو نرسید قبولش نکن ردش کن، چرا فرخاشی میکنی که اونهای که در کشورم و معتقدن تو رو دمت کنن چهارتان پرشت بدن برن طرفتار اون آخونده بشن آخوندیشم در جهان، نه آخون فقط آقای تو وقت من میگم آخون منظورم این آخونده ایران نیست، خاخام و مفتی و مولا و کشیش و همه اینا آخوندن اسمشون هم گذاشتن روحانی، من نفهم هم روانی بگیم بهتره. اینا چیه نومدن میخوام در مردم حکومت کنن؟ این دین من تحقیقات خیلی جامعه در رابطه با ادیان دارم، دویژه این ادیان یکتاگرایی. در ادیان یکتاگرایی شخصیت انسان رو چه زن و چه مرد از انسان اسم میبره، میبره به عرش میرسونه. بعد ما میگنم میکرسیم یخه دین رو میگیریم، آقا این مذهبه که جدا میکنه همه حرفا رو میزنه. هزار بار به همین دوست گرامی عزیز که میگه چرا فحاشی میکنه، من عرف کسی ندارم، من دارم میگم این دولت ها این حکومت ها شما رو اینجوری حساب میکنن در زمانی که شما میایی تمام اختیارش میدید دست اینا. این گرفتاری مال فقط ایران نیست، غربی ها بدتر، غربی ها از ایرانی ها بدترن،
هر چی که تلویزیون بگه، رادیوشون بگه، اینا دقیقا مثل که آیه مثل قرآن از آسمون نازل شده. هر کس فکر میکنه دین بده، این سه تا دین رو من دارم عرض میکنم، یهودی، عیسوی، نه مسیحی، عیسوی، پیروان عیسی و پیروان حضرت محمد. هر کس فکر میکنه من دارم دیجان میگم، به خود میگم اسکایپ هم یک تماس میگیره با ایمیل، اسکایپ هم میگم ساعت ها با شرط میزنم، توی تلویزیون هم میگم باهاش صحبت میکنم، هیچ عیبی در ارجا نیست. آقای مصطفی زاده یه نفر زنگ زده، اجازه بدیم بریم تلفن پیام برای شما برای ما یه لحظه. با سلام به آقای سعیدی، آقای مصطفی زاده عزیز، سعیدی هستم من. به به، آقای سعیدی پیام گذاشتن، پیامشون پخش کنم. آقای سعیدی اگر معقول به بحث امشب پخش کنم، اگر نه لزومی نداره، بعدا من با ایشون دارم. نمیدونم، 10 دقیقه قبل ساعت 3:26 ایشون پیام گذاشتن. خب اینو برای من ارسال کنید، من پاسخ خواهم داد. باش، من الان برای تو فوروارد کردم. به حضور رسد جناب سعیدی، این جهان متعلق به مردم، متعلق به تمامی جاندارانی که روی این خاک زندگی میکنن، یعنی اونها هم حقوق دارن و انسانی که باید حقوق. این رو دین به این صورت میده که خداوند روح خودش رو در انسان دمید و اون رو خلیفه خودش قرار داد. در رابطه با زنان، خلیفه معانی خیلی قشنگی داره. خلیفه کسی که یک سر سوزن بی‌عدالتی در وجودش نباید باشه. پس اگر کسی عادله، حقوق همه چیز و همه کس رو، حتی حقوق خاص رو هم باید رعایت کنه. در مورد زن، آقای سوری، بعضی وقتا فکر می‌کنم که من به حرفای آخونده ایمان بیارم درباره زنان. آقا در کتاب خیلی واضح نوشته خداوند انسان را آفرید، نر و ماده آفرید. این همون کتاب یهودی هست، تاجون کردون نر و ماده آفرید و به آنان گفت تکثیر شدید و جهان را پر شدید، یعنی از وجود خودتون پر شدید. آقا این کتاب هیچ نقصی نداره، از اون بیگ بنگی که امروز تازه علم میخواد بهش برسه قشنگتر صحبت کرده، این بیگ بنگ رو برای ما واضح و روشن گفته. من بایدر رو تنظیم کردم، دارم تو هر دادگاهی هر کس میخواد بگه من برم اونجا جواب بدم. اون از آفرینش در اون تورات، اون از ضوابطی که عیسی برای ما داد برای شناخت. عیسی ضابطه میگه، میگه آقا هر موجودی رو، هر چیزی رو در دنیا میبینید یک درخت محسوب کنید، این درخت رو به میوهش نگاه کنید، اگر میوه خوب میده این خوبه و درسته و باید حفاظت بشه. اون چیزی که میوه خوب نمیده هر چی میخواد باشه، اون ارزش نداره، برای حفاظت هم سعی براش نکنید. بعد عیسی میگه که تمام پیامبرانی که قبل از من اومدن درد و راهزن و جانی و چه بودن. وقتی قاتل دوست همه چی رو میگه، من وقتی خوندم گفتم این همه پیغمبر همه بد بودن، تو یکی خوبی آقا عیسی. رفتم کتاب خوندم، دیدم دونه به دونه ابراهیم زن فروش، میگن ابراهیم مقامش به خاطر اینه که خداوند رو قبول کرده و اعتقاد به خداوند داشته. آقا این چه اعتقادی بوده که اون به تو میگه من دنیا رو پر از فرزندان تو میکنم؟ پس چرا رفتی تونه همون تازه بچه مدرسی؟ چطور اونجا ترسیدی؟ تو باید خدا رو باور نکردی که ترسیدی. باور به خداوند یکی از مختصات ابراهیم شده بود. نه آقا، ابراهیم
به خدا باور نداشت. وقتی خواست بره وارد مصر که به زنش گفت بگو من خواهرشم، رفت زنش رو تبدیل فرعون مصر داد، اونا بر بلای دلش خواست در شعور. بعد این آقای ابراهیم پیغمبر این چطور میتونست معتقد به خداوند باشه که بکرسه در حالی که خدا بهش گفته من از تو انقدر فرزند به وجود میارم که اگر بتونی ریشهای صحرا رو بشکنی میتونی فرزندان خود رو بشکنی. اون وقت رفته به من ترسیه گفته نکن این فرعون منو بکشه. آقا این حرفای بچگانه مال کتاب صهیونیسمه، مال کتاب تورات نیست. تورات میدونی چطور پیدا شد آقای سروی؟ نه بگید. تو ببینید کتاب بایبل امروزی اولد تستمنت آقای داوود، پیامبر داوود، شاه داوود اسمش را هر کسی یکی میده. این آقا معبدی ساخت، معبد که تمام شد رفت داخل معبد اومد بیرون به معلوم مجده دو. آقا کتاب تو این معبد بود. آقا معبد نوروز کتاب چیستی کار میکرد؟ حالا به یه اون مومنی به این مطلبه یهوه یهوه ارد گذار خود آقا خود یهوه بخونید از باب اول که بریم میبینیم دیگه از خدا خبری نیست. این شیطانه که فرما نبایی میکنه میگه زن رو خدا از یک دنده مرد آفرید. خیر، در باب اول وقتی میگه خداوند زن رو آفرید، نر و ماده آفرید، انسان رو آفرید، نر و ماده آفرید، آقا تموم شد، از خاک آفرید. دیگه در فصل دوم چطور شد که میوه درخت دانش خود. آقا سوال میکنم از همین آقای یهودی که الان با شما تماس گرفت و این حرف رو زد که یهودی ها میتونن شکایت کنن. اولا من در باره یهودی ها هیچ وقت بعد من گفتم خیلی هم دوست دارم، بیشتر دوستان من هم یهودی بودم هستم. این کتاب داره میگه که خداوند انسان رو آفرید و خودش رو خلیفه، انسان رو خلیفه خودش قرار داد. آقا ممکنه که خدای به اون عظمت و به اون دانایی و جهان آفرین یک خلیفه خودش رو یه آدم بیشعور بذاره که اجازه نداشته باشه که دانش داشته باشه، یعنی از میوه درخت دانش حق نداره بخوره. در حالی که تو پس که اول میگه آقا هر درختی هر میوهی داره که تخم داره که تو اون رو بخور، هیچ وقت نگم گوشت بخوره انسان. امروز علم ثابت کرده دندانهای انسان دندانهای گیاهخواریه، دندانهای گوشتخواری نیست. باب اول که این بایبلی که تو دست ماست همون تورات خداوند، در انجیل کلمات عیسی، نه اون که به شخص دودند، اون حرف خداوند. و قرآن هم قشنگ و دقیق میگه کجا حرف خداونده کجا نیست. یعنی این نیست که ما مجبور باشیم از تمام آیات قرآن پیروی کنیم. 113 سوره 114 سوره قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی خداوند الله که همون الوهیم که خدای یهودی ها نیست، نه یهوه. یهوه سبایوت یعنی یهوه درنده، یعنی وحشی، یعنی سبو. این کتاب رو اسلام ستاش هم استفاده کرده، هم قرآن هم تورات هم انجیل رو استفاده کرده و بهترین آیات توش هست و میگه هر جاش که خوبه باور کنیم. هیچ اجباری ما نهاریم از بیقاتلهم و قاتلهم پیروی کنیم. بعدم دین مال خداست. اسلام محمدی چی آقا؟ چند بار هم پیغمبر بگه که آقا من بنده خدا هستم. این گرفتاری رو آدم نمیدونه باشه بکنه آقای سلمی.
طرف میگه من بنده خدا هستم، حالا اسلام رو منصوب میکنم به اسلام محمدی، نمیدونم دین ابراهیمی، ابراهیم کدوم بوده، داوود جنایتکار، رفتم دنبال فرمایشات آقای عیسی و پیدا کردم داوود جنایتکار، یعقوب جنایتکار، همشون زنباز و باطل و آدم کش، تمام پیغمبرهای قبل از خود موسی ببینید 40 سال، البته داستانه، 40 سال مردم رو سرگردون کرد تو بیابون و هر جا رسید گفته که این شهر رو با آتیش نسوزید، میگه به پل بسوزونی شهر رو، هیچ موجودی یکش باقی نذارید، حتی یکی از مریدانش، یکی از قوم، یک دستمال یا یک شال یا یه همچی چیزی دیده بود خیلی قشنگه، اون رو برداشته بود تو چادرش، موسی دستور داد خودش رو تو چادر با چادرش و با زن و بچهش بسوزونی. آقا اینا جنایته، اون آقا میمیسه ابر فضل، ابر قدرت، ابر نمیدونم زهرم، آقا ابر جنایتکار بود، ابر جادوگر بود، جادوگریش هم اون پدرزن ایرانیش جلش شد، پدرزن کرده. اگه ثبات نداری آقای پیام، خب زنگ بزن من به آدرس بدم کجا بری تلفنی که این آقا کرد بوده، از قوم مادها بوده پدرزنش. آخه من نمیفهمم واقعا، تعجب میکنم این همه کتاب زده است که کتاب خوندن هم بلد نیستم یا آقایی، ولی باز من برمیگردم آقای توی سر این که من فحاشی کردم، به کی فحاشی کردم؟ میگم آقا مملکت مال شماست، مملکت ایران هم فقط دارم صحبت شون کنم، این مملکت مال شماست، همه تشکل ها، همه گروه ها اگر پیروانی دارن، اگر اعضایی دارن، اگر دوستدارانی دارن، حق دارن در اون کشور وجود داشته باشن و باشن. ولی آقای مصطفی زاده ببخشید، اون زمان موسی که اگر حسابش کنیم که کل دنیا دو قسمت بیشتر نبوده که، ایران و روم بوده، ایران و اون قدرت‌های چیز بودن، بله سه تا کشور بیشتر داره، یعنی خیلی ساده است که بله خیلی ساده است، ولی مصر یک کشور قدیمیه در اون زمان بوده، بله. وقتی اینا میان از اون خلاف شدهشون بیرون که برن فلسطین رو بگیرن، مسئله است که میگه فلسطینی ها بچه های پسر سوم نوح همه شون باید بردگیه بردگانه پسر اول رو بکنن، اگر قبول نکنن هنو بلان سرشون میارن که هرمان شما میبینید، یعنی باید بکنشون. این صحبت ها آقای سوری آدم رو واقعا داغ میکنه، چند هزار دفعه من چون همین تلویزیون شما فقط چند دفعه من این مسائل رو گفتم، یک نفر رفت اون کتاب رو باز کنه ببینی که آقا زن از دنده آدم آفریده، از دنده مرد آفریده نشد، زن در همون اول توسط خداوند به عنوان انسان آفریده شد. آخه این زن ها چرا نشستن هیچی نمیگن وقتی مزخرفات میشنون؟ خب آیا حقشون هر وقت قبول میکنن؟ آیا حقشون هست همه این بلا حاضرشون جده من؟ وقتی به قول شما مذهب ندین، مذهب میگه که آقا زن آدم نیست، زن حقوقش مثل مرد نیست، زن نمیدونم چیه، آقا جلوی اون رو بگیری به دین چی کار داری؟ خب یه کتاب بخون. آقای سلوی از اول بود اگر قسمت باشه، اگر من برنامه داشته باشم و بتونم، البته میخواست قصدم این بود که 2 ساعت برنامه داشته باشم، 1 ساعت تلفون ها رو باز بذارم، همسال این آقایون بیام صحبت کنم تا منم در جوابشون اون چی که لازمه بگم. و این آقا مست که نشت میره قبلا، من دیدم ایشون دست از فراشی نمیده، من عرض کردم من با هر کسی منتبه با اون شخصیتی که در اون زمان از خودش بروز میده برخورد بکنم، شکل که فوشم بده فوشش میدم، اگر بد بگه بد بشیدم، اگر اشتباه بگه بشینم آقا اشتباه میکنم، اگر درست بگه مخشم هستم
هیچ بحثی نداریم در این مورد. آقای صبح یک گله از شما حق دارم بکنم. بفرمایید. من این کار شروع کردم از اول بود تا اول بود کسانی که توی صفحه فیسبوک من هستن، با این که من اصلا چند سال وارد فیسبوک نمیشم و هفته پیش به خاطر بروی احمق شدن برو را پشت کردم. این آقا میگه آقا برو انسانه، من دارم میخواد بره هرمو پشت کردم. بعد من صفحه فیسبوکم یک بار رفتم توشونم هفته دیگه، الان چند سال اصلا نگاهش نمی کنم، بازش نمی کنم، حتی خودشو فراموش کرده بودم، فیسبوکشو فراموش کرده، پسوردشو فراموش کرده بودم و نمی دونستم از نمازش کنم. آنطوری من از اول بود اون کسی که با اسم اشتباه با تصویر بدون تصویر یا تصویر غلبی بیاد تو فیسبوکم، من حضرش می کنم. گله من از شما همین آقای طوری به کمیت اهمیت ندید، به کیفیت بذارید. در فیسبوکتون یه مش انسان وجود داشته باشد، نه ببو. ببو میخواید چی کنه؟ آدم های فهمیده و درست کاری از بسیون برنمید. ببو دیدیش خودش نه خواهی دیشتر خودش دیشتر خودش میمونم ببو هم ببو یعنی از نفهم نفهمتر، یعنی از آدمی که نمیفهمه چند درجه نفهمتر ببو. آقا این اسم خودش گذاشته. بعدم بگو آقا چرا میاد توی فیسبوک شروع میکنید، نمیذاری یک ملت با همدیگه بتونن حرف بزنن تو فیسبوک؟ فیسبوک مال بابای شما که نیست. اجازه بدید مردم دیگه بیان صحبت کنن، ببینیم آقا چی به چیه، چی به چیه. به قول آقای صحبی کجا به کجاست، والا ما تابه نفهمیدیم کجا رو. آقای مصطفی زاده اجازه من یه سوالی از شما بکنم، چون دیروز و پریشب و اینا خیلی درباره این آتش سوزی ساختمان پلاسکو صحبت میشه، شما نظرتون چیه؟ میدونیم که این مال آقای الغانیان بوده، بعد این بنده خدام برگشت ایران گفت من کاری نکردم که چیز باشه، گرفتن و بعد از دو سه ماه گفتن مأمور جاسوس اسرائیل و تیربارونش کردن و ساختمون رو هم بنیاد مستضعفان گرفته بوده. جالب اینجاست که الان دولت میگه این ساختمون خیلی به اصطلاح مواردی داشته که قانون رو زیر پا گذاشتن و ماهی بهشون میگفتیم ولی اینا درست نمیکردن. از اون وقت خب اگر بنیاد مستضعفان جزء دولته، یعنی من نمیفهمم واقعا، اگر حالا جزء دولت نباشه، اگه شهرداری بیاد یه ساختمونی رو بگیره بگه یا ببنده پلم کنه بگه اینجا به اصطلاح سیف نیست، امن نیست برای مردمی که میان داخلشون میرن، خود ما مردم بهشون فوش میدیم که چرا کار کاسبی اینا رو بستن. اگه نبندن خودمون بهشون فوش میدیم که چه پس کارتون چیه. الان خیلی ها دنبال اینن که این آقای آلیباف رو شهردار تهران باید محاکمه بشه، ولی به نظر من یه چیز خنده داره این همه تو ایران آدم ها حقشون گرفته شده، اموالشون مصادره شده، کی دادگاهی شده، کی تونسته کسی رو بگیره که حالا برن دنبال آقای قالیباف. نظری دارید شما در این مورد؟ به حضور راجل آقای طولی ندردادن. من راجل چیزی که میدونم اطلاع دارم هم تازه سخت میتونم نظر بدم. آقا یه تاختمی آتیش گرفته، حالا متخصصین باید اونجا سر بزنن ببینن دلیلش بوده، چجوری بوده اصلا اوضاع. ما از الان شروع کنیم آقای صبحی نظر بدیم و خودمون بشیم متخصص و بقول شما بریم سراغ بمب اتم و اولیش رو نمیگم شما آقا بلش بیم. به حضور راجعا من چه میدونم اونجا چه اتفاق رفته، چرا آتیش گرفته. البته فقط برای من عجیبه که این ساختمون تا انتها سوخته، هیچ کسش باقی نمونده، آتش نشانهایی هم که رفتن همه مورده که بیکرام نرسوشید. این عجیبه برای من که چرا یه مملکت نباید انقدر مجهز باشه اقلا برای آتش نشانی، مخصوصا در اطراف ساختمون هایی که شبیه برجن یا برج هستند باید محافظت بشن. حالا این که ساختمون های ایران هیچ کلما
چون خود من هم کارم ساختمانی بوده، هیچ کلمه از مسائل ایمنی برخوردار نیستم، هیچ کلمه. همین برجایی که دارن میسازن بعدا با اینا هم به همین بقیه دوچار خواهند شد. آیه صدیقی رو حقیقتا من چون نیستم و نمیدونم ایش نظری راجبه خیلی نمیدونم. خیلی کار خوبی و پسندیده ای هست. همینجا یه اتفاقی که میفته، یه هواپیمایی که میفته با مسئولین که اصلا متخصصن واردن صحبت میکنن، میگن ما باید تحقیق کنیم ببینیم چی بوده، بعضی وقتا 6 ماه دیگه معلوم میشه. ولی متاسفانه ماها زود نظر میدیم در رابطه با سیفتی و ایمنی و حفاظت و اینها. توی آمریکا هم باز متاسفانه این قانون هست، جایی که یه ساختمونی ساخته شده و بوده و وجود داشته قدیمی، اینا رو نمیتونن خیلی فشار بیارن و بهشون میگن یه گراندفادر لا به اصطلاح، اینا رو میگه فعلا همینجوری که هست. ولی اگه خواستن جاش جدید بسازن، اون جدیده رو میگه باید با کد و با قوانین جدید باشه و خیلی هم کنترل میکنن و خیلی هم به اصطلاح رعایت میکنن. حالا امیدواریم که ایران هم اینجوری باشه. البته ساختمان‌های جدید هم یه روش‌های جدید میتونن اضافه کنن، ساختمان‌های قدیم یه روش‌های جدید میتونن بهش اضافه کنن که آتش سوزی اگه شد خود این آوا باز میشه چیز میکنه. ولی همین بیچارگیه که دیگه این همه آدم، هم اونایی که اونجا صاحب مغازه و چیز بودن، هم به اصطلاح آتش نشانایی که هدفشون یا وظیفه‌شون آتش خاموش کردن و اینها بوده، اینجوری بیچاره‌ها از بین برن. برای همه‌شون واقعا آرزو می‌کنیم روانشون شاد باشه و خانواده‌هاشون در به اصطلاح یک رفاه اجتماعی حداقل زندگی کنن و نان‌آورشون اگه از بین رفت، اونها هم از بین نرن. من صحبتی ندارم، شما اگه حرفی دارید بفرمایید، اگه نه که دیگه منم آقای توفی فکر کنم وقتم تموم شد متاسفم و اینا حرف کردی دارم. من وقتی میافتم بودن به صحبت دیگه آقا خیلی صحبت دارم که بکنم. به هر حال اگر من غیر آقای دبوب و پیام به کسی تحاشی کردم یا حرف دشتی زمان، من معذرت میخوام. من فکر نمی کنم به کسی دیگه، من ایرانی ها به اندازه بچه های خودم دوست دارم، چون چیزهایی از این ملت من دیدم در طول زندگی که هیچ جای دنیا ندیدم. در هر حال آقای صوفی بسیار ازتون متشکرم که من رو تحمل میکنی، از بینندگان هم به همین صورت واقعا ازشون متشکرم که مزخرفات منو تحمل میکنن. تا جمعه آینده که در خدمتون باشم ازتون خدافظی میکنم و از بینندگان به همچنین، و امیدوارم که دوستان برن کتاب بخونن، برن اقلا چیزی که به زندگیشون مربوط هست به اون نکات، مخصوصا خانوم ها برین آقا دو سفر رو بخونید ببینید که آقا چه زن از دنده مرد راست میشون این شیطان بود که نه هر چود هست. خدا حافظ شما، ممنون از زحمات. بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای مصطفی زاده بودیم از هلند. اگر صحبتی دارید با خودشون از طریق ایمیلی که الان روی صفحه میبینید zia1942@gmail.com تماس بگیرید. خیلی خوشحالم که آقای مصطفی زاده وقتی صدای آقای سعیدی رو شنید گفت که بعدن گوش میدم و صحبت میکنم. دلیلش هم اینه که اگر ما اینجا آزاد بذاریم آقای سعیدی از راه رسید صحبت کنه، خب این درست نیست. آقای سعیدی شما باید یه تماسی بگیرید به افرادی مثل شما، همون مهمان ناخوانده میگن نه، یا سرزده یا سرنزده، من نمیدونم. در صورت خوشحالم که آقای مصطفی زاده هم با من هم عقیده است که اینجوری باشه، ایمیل بزنه کسی، قرار بذاره از قبل و هم اون بتونه پذیرایی بهتری کنه، هم شما مهمان بهتری باش. دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر طبق معمول هفتگی با آقای حسن ارشاد هستیم، 114مین برنامه تقدیم به شما. اگر برنامه زنده که قطع میشه، کامپیوترتون یا هر دستگاهی که دارید نگاه میکنید اون صداش قطع شد، دوباره تماسی بگیرید تا به قول معروف ریفرش یا ریکانکت بشید، دوباره وصل بشید.
از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش.